قضیه چیه همین؟ مامانم دیگه چرا دوستم نداره؟ چرت نگو، اتفاقا خاله خیلی هم دوستت داره. به خاطر همین میخواد یه چند وقتی بیای پیش من، یکم با خودت خلوت کنی، فکر کنی ببین چه کارهایی تو زندگیت کردی. مگه من چیکار کردم؟ حرف اضافه زدی، زندان رفتی، حماقت کردی، جن زدی. برو خجالت بکش بابا. خب من هر غلطی که کردم الان تاوانش هم بس دادم. شبه گوش کردی؟ کمه، بازم باید تاوان بدی. برو خجالت بکش. آدم هایی هستن که نصف تو هستن خرج 10 تا بچه قد و نیم قد رو دارن میدن. برو خجالت بکش. منم داشتم خرج خانواده رو میدادم، تازه به یه جایی هم رسیدم که اینجوری شد. ببین اگه دانشمندای ناسا 5 سال رو تو کار بکنن به هیچ نتیجه ای نمیرسد. خجالت بکش. شما چه اصراری داری که اینقدر من خجالت بکشم؟ ببین حرف زیادی نزن، برو خجالت بکش. خجالت هروئین مواد چه نیستش. تو بکش، اگه معتاد شدی من یکی ترکت میدم. برو خجالت بکش. برو بشین، برو بشین. واقعا خجالت بکش. چرا قیافت اینجوریه؟ چه جوریه؟ انگار یه رقابت تنگاتنگ با برج زهرمار داری. چرا اینجوری هستی؟ چرا نباشه؟ 6 ماه از عمر نازنینم و بی خود و بی جهت افتادم زندان. الانم که اومدم بیرون اوضاع بدتر از قبل. آلاخون والاخون رو در به در. بابا من همون آدم قبلی هم. فقط 6 ماه رفتم زندان. همین. رفتم اونجا تربیت شدم، آدم شدم، برگشتم با آغوش جامعه. اگه می‌دونستم اینجوری اصلا حبس ابد می‌کشیدم. بابا اونجا همه چیزم معلوم بود، احترامم به جا بود، غذام به جا بود، خوابم به جا بود، مامانم هم میومد ملاقاتم. نه الان که معلوم نیست کجا دارم میرم. بعد از 6 ماه از زندان آزاد شدم، یه آدم نیومد دنبال من. بیا جلو. که سر نفهم نبک نشست. ما آدم نبودیم اومدیم دنبالت. خر بودیم. میزنه من بزنم دهنتو. دخالت نکن. من اصلا نمیدونم مشکل شما با من چیه. بزنی کنارم من اینو یه دست بابا جواب ندادی که قادر تو هم دیگه. بزنی کنارم جواب میدی. خب بابا 2 دقیقه آروم باشید، وضعیت رو نگاه کنید، بگن این لباس فروشی پیدا کنید. قادر تو اونور نگاه کن، همون چون شما میبر نگاه کن. من کنون اونور نگاه کنم. تو خفه شد لازم نکرده بگی. این هم لباس فروشی دو تست. این هم هست. خیلی خوبه. قادر ببین حواست باشه، اگه پلیس اومد جریمه کنه خب امه پر منو صدا کن، من زود برمیدارم. آه حمید، حمید سویچو بده که اگه پلیس اومد جریان شد من سوسکی این ور اونور کنم باشه. ببین گفتم حواست باشه که بپری منو صدا کنی، ولی اگه جرسگه نمیخواد اینو ببره تو حق نداری پشت فرمون بشینی. آخ تو راننده ای؟ برو بابا. ببین قادر جان، جانم تو بسیار بسیار راننده خوبی هستی. نوکره تمامو. اون تا برای همینه که تمام آدم و عالمو از خودت روندی. برش کرد. حالا خوبه من یه دفعه اشتباه کردم. اونم زدم به پلیس نامحسوس. ببین همه اشتباه میکنن. منتها دوز اشتباهی تو در حد اووردوزه. پرویز خان من همین الان برم تو مسابقه رسمی فرمول 1، فرمول 2، دریفت، دراک، دور درجا، تایم ترل، همه اینا رو میتونم برم اول چم. ببین بذار اول اون مدالایی که بردی بگیری بعد. من به حمید اصلا قبطه نمیخورم. چی؟ قبطه. قبطه. حالا هرچی. بالاخره این سالا میگذره، این روزا میگذره، منم وضعم خوب میشه، یه ماشین درجه 1 میگیرم، اجازه نمیدم حتی یه نفر سوارش شه، اجازه نمیدم باهاش سلفی بندازی. دلت خوشا. ببین این حمید ما میخواست دکتر بشه شد این، من خودم میخواستم معلم بشه هم شدم قفساز. حالا تو با شناختی که از توانایی های تو دارم اگه خیلی سعی کنی و کوشش کنی تلاش کنی من فکر کنم آخرش بشی گورخواب. چی آقا؟ پدر بزرگ میخوام پارک کنم. خب یه جوری جاش کن دیگه. بزرگ جا نمیشه. مگه من برات خریدم؟ این ماشین اینجا تکون نمیخوره. خیلی مشکل داری زنگ بزن جرثقیل.
الله بازی دارم نمیذارم ناکارت کنم. ببین داداش یه دونه بهت میزنم که پزشک قانونی تشخیص داده این مش بوده یا قطار بوده از سر. حالا این حرفا نیستی. ببین من از حبس اومدم خیلی خاطی هم چی داری میکنی؟ این مال حمیده و چی میذاری؟ ببین من اعصاب ندارم. دستتو بنداز. ببین من اعصاب ندارم تازه از حبس اومدم ها. یا اون میزنم قاطی باتیت میکنم با هم داداش این داره خالی میبنده بلوف داره میزنی هیچی بارشی بزن شقش کن حویز خب مگه من از هفت سر داره نگاه داره اینجوری من هیچی ندیدم جا به جا میکنی یا نه آقا من چرا تا خواهر با رسل مستا به ایسای هدف کنم آقا قلم صحبت نکنم من نوکر تخت بابا میزنم یه او در به داغونت میکنم دیت رو میدم ببین اصلا بر ندارم میخواد چیکار کنی بابا شی از رد میشم بابا قیافت نمیخوره عروس قیافت من بینا کنم میخوره نه منظورم نیست که شما برازنده یه ماشین شاسی بلند بر میداری یا نه از رد شم بر ندارم چی داری رد چی بیار رد چی اومد نه نوکرتم نوکرمید آقا ببخشید این قیمتش چنده؟ رو اتیکت قیمت داره. کجاشه؟ پشتش. خدا نه 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 آقا من وسایلام اون توه الان برمیگردم آقا کجا میری با لباس بهشون غلط کردم بلش کن ماشین رو برمیداری یا نه آقا بیایی نه نه دور نکن واسه من زشته به این من میگه من هیچی نهی فهمم بشی آقا امید راست میگه تو دخالت نکن بیا بری چی داره میکشتش آقا جونم ول کن آقا امید میگیرم میزنمش آقا ساکت باش بابا اگه بهتر بودی تا حالا زنگ بزنی آقا جونم بیا اینجا آقا ببین این دو سال تعلیقی داره بابا تازه از زندان اومده بیرون بابا اگه پلیس بگیرتش بیچاره میشه حالا میگی خودش به درک مامانش بدبخت میشه اینجوری نمیشه یه زبون خوش میگه غلط کردم هی کار میکنم غلط کردم میفته بگو غلط کردم من نمیگم غلط کردم تازه یه جوری بهش ضربه میزنم که رشته تو بدنش بوسان میشه چی میشه آقا بی خیال شو دیگه آقا چی پول لباس بابا من وسایلم الان اونجاست آقا من بگم غلط کردم خوبه با تو چیکار دارم صاحب ماشین غلط کردم آقا من صاحب ماشینم صاحب ماشین تویی آره چیزا پارک کردن آخه آخه من دارم میرم کجا داری میری بیا پول رو واسه باشه آقا پارش آقا پول له آقا پارش شدم دلبر سلام حبیب اومدی اونجا داری چی کار میکنی؟ هیچی دارم تمیزی میکنم ببینم کوچلوار چی شد؟ سفارش دادی؟ میخواست بگه زیاد تنگ و چسبون ندوزه ها شکمت میاد بیرون خوشم نمیاد این عکستو نگاه کن ببین چقدر رو فرم بودی؟ من حالا رو فرم نیستم حالا نیست خودت چلکی رو 45 سال پیش مودی تکونم نخوردی آخه زن تو چرا داری اینقدر با این آلبوم برمیری چرا اینقدر این عکس رو زیر رو میکنی بس کن خودتو نفله میکنی داشتم اینجا رو تمیز میکردم ببینم دفترچه ها رو دادی به نگاه نه بابا هر کاری کردم که یادش بره نرفت آخر سر مجبور شدم به دخترم دروغ بگم حسن منکر شدم گفتم نه یه بردم من خودم اشتباهی کردی محبی خیلی اشتباهی کردی کوچولوتر از اینا بهش میگفتی میترسم بچه الان به فهمه به هم بریزه حتی ممکن از امان متنفر بشه آقا اینقدر نفوس بد نزن زن قرار نیست که اتفاقی بیفته اگه ازدواجشون سر این مسئله به هم بخوره چی؟ همین دلم شور میزنه میترسم دختر رو هم دست بدم یه اون زحمت کشیدم من جمع بودو کردم خدایا ای بابا ای میگی تو بابا یه جمله هست میگه اجسام از آنجا در آینه بغل دیده میشونن به شما نزدیک تره اینا قدیم گفتم یه ناردی نداره دیگه دل خوری نداری که زن
پاشو بیدم پاشو برو صورتت بشور میوه گرفتن بشور پرتقاله رو پرک کن منم همین الان میام خدمت برسم پاشو بیدم چیکار میکنی؟ بودو برو خاری شدی باید که بگم این دستم نکنید بچه کجا داری میری؟ خوبه همه پردیسی علی اون زشته آقا یه ذریعه که باید بدوزم کجا داری میری؟ علی بایسا زشته دمه شرکت نمیخواد همه پردیسی تمومش کنم دیگه خوبه مگه قالی کت روش میپوشم همه این کار میخواد ببین جلوی جنگ جاری تو باشه خو بدم این کت خوبه الان خوبه دمه شرکت زشتم خوبه سلام علیکم کجا بریم بالا دیگه پایین بریم دیگه کجا رو نمیام مگه اینو بخوام بذاری پیش من مگه قراره ببرمش بالا مرد من منزه حوصله اینو ندارم جون من بابا این بندزه کافی گند زده اما آبرومو برده جونمو بلندش کن ببرش اون ور لیفترک نمیتونی اینو بلند کنه من بلند کنم بعدم ببر حوصله اینو شرکت عمو جون یه چیزی ازت خواستم عمو تو یه چیزی از من میخوام من باید آچار فرانسه باشم ولی من یه چیزی ازت میخوام برای من واشرم نمیشی جون من عمو بردار ببرش خدا تو رو خدا خرم داری میکنی؟ ببخشید من پا بزراشم ببین صدا در نمیاد من اصلا حوصله شنیدن حرفاتو ندارم خرم داری برای من پیامک میزنی صداتو نشنوم من گوشی همراه هم نی سوزن باید در بیارم آقا سلام ببخشید عینکم نزده بودم آقا دعا میکردم قبل رفتن خانم شما برسی مگه داری میره؟ گمونم خیلی هم عجله داره به من گفت ماشینو بیارم جلوی در ماشین داره؟ من که سندشو ندیدم ولی سویچش اینجاست توکاش بده لفتش بده لفتش بده یا چش آقا من یادتون نرا ممنون دارت میشم سلام 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 این آسانسور کی درست میشه؟ آقا هواکشش گیر داره گیریشو دارم رفع میکنم یکم زودتر خب اسامی رو چک کردی همه چی درست بود دیگه بله همه رو چک کردم طبق هر ماه حقوقشون پرداخت شده سلام خانم سلام به موقع اومدی ببخشید من یه سر رفتم بیرون چون یه مشکل داشتم همون کارت عروسی تو همه بیرون رفتناتو توجیه میکنه ولی یه سر که انقدر طول نمیکشه ولی لطفا قبل از اینکه دوباره کاری برات پیش بیاد بزنی بیرون این اسامی رو چک کن ببین کسی از قلم نیافتاده فقط همون سه تا سهامدار جدید دیگه که خودتون در جریان هست. بله همون لیستی که شما به من داده بودین. خب بله ولی مشکل پیش اومده؟ خیلی خوب اشکال نداره. شما اون اسامی رو اضافه کنین، با شماره تلفن ها بدین به خانم منشی. من کار دارم باید برم. ببخشید من این کار واجب باهاتون دارم. من کار واجب دارم. من زیاد معطلتون نمی‌کنم. منم یه کار کوچیک با شما داشتم. اجازه است من بشینم. خانم مفاخری اگه میشه یکم سریعتر با درخواست 500 میلیون تومان من موافقت کنی میخوای همه رو همینجا تره خشک و جدا کنیم بفرستی بازیافت آقا من دهنم قرصه میدونی که تو چی میگی آخه هر جایی میری معطل میکنه اینقدر با من جلو بسته کن برو میرون داره به من چشم خانم معذرت میخوام داد زدم اوضاع شرکت اصلا خوب نیست من نمیفهمم آخه من به این پول خیلی نیاز دارم شما خودتون دو ماه پیش گفتین دو ماه دیگه مشکلتو حل میکنم خب الان موقعشه دیگه من معمولا زیر قولم نمیزنم مگر اینکه دیگران بد قولی کنن منظورتون من که نیستم یه بخشیش خب البته حق دارین به خاطر شرایطی که دارین کمتر حواستون به حساب کتابای شرکت باشه منم اگر عاشق می‌شدم سر به هوایی رو شاخش بود مخصوصاً اینکه نذارم دیگرانم بفهمن ولی من توی این مدت برای شرکت کم نذاشتم خانم افاخری برای همین گفتم یه بخشیش آقای خواستار بقیه‌اش مربوط میشه به باری که از اون ور قرار بود برسه و خورده به گیر و گور همینجا تو ایران؟ نه همونجا تو آلمان پولی که ما اونور تو حساب داشتیم با حوالی که شما فرستادین فقط نصف مبلغ قرارداد ما بود قرار بود وقتی که بار رسید بعد از یک ماه بقیه پول پرداخت بشه. ولی متاسفانه تو فکسی که فرستادم
خواستن که همه پولو پرداخت کنیم تا بار تحویل بدن. خب این یعنی اونا زدن زیر قرارداد. واقعا؟ شما از حساب کتابای اون ور خبر دارین؟ از حساب کتابای اون ور فقط در حد پولایی که برای شما حواله میکردم. خب باید هم به خاطر شرایط ازدواجتون فقط به فکر خودتون باشین و از مشکلات شرکت خبر نداشته باشین. پس نباید هم بدونین من برای اینکه این شرکت سرپا بمونه اون ور چه جوری خرید کردم. الانم نمیخوام به خاطر شاکی خصوصی شرکت من پولم بشه. یعنی برای اینکه اونا بارو به ما تحویل بدن ما باید 25 میلیارد دیگه به اونا پرداخت کنیم؟ بله. من مطمئنم شما میدونین که ما همچین پولی نداریم. من فکر کردم بار میرسه میفروشیم، هم سود میکنیم هم بقیه پولمون رو میدیم. ولی متاسفانه با این وضعیت حقوق کارمندای خودمون هم نمیتونیم بدیم، چه برسه به ماهیانه سهامدارا. حالا 500 میلیون شما که بماند. یه فکرایی تو سرم اگه جون چه خبرتون میکنم. من همه امیدم به اون پول اگه جون نشه چی؟ اسامی اون سه نفرم از آقای خواستار بگیر، از فردا شروع کن دونه دونه بهشون زنگ زدن. ازشون عذرخواهی کن بگو نمیتونیم ماهیانه این موقع بهشون پرداخت کنیم. خانم مفاخری مگه شما نمیگین نمیخواین شاکی خصوصی داشته باشین؟ خب اگه پولی که این سهامدارو ندین خب شاکی میشه ازتون. همیشه سر وقت گرفتن، حالا این ماه نمیشه. بالاخره راضی کردن اینا خیلی راحت تر از خارجیاست، درسته؟ خانم من اینا رو میشناسم. من باهاشون صحبت کردم، در تماسم باهاشون. بابا اگه هر کی قبول کنه پدر سر من قبول نمیکنه. آخه خواستم من تازه این ماه متوجه شدم که شما دارین زن میگیرید. پس به من حق بدین که من پدر زن شما رو نشناسم. بعدش هم آخه خواستم مگه پدر زن شما فرق داره با دیگران؟ خانوم دورت بگردم شما برای چی زن میگیرید؟ صحبت کن. خانم شما که شرایط منو میدونی، من هزینه هام خیلی بالاست. باور کن به اون مبلغی که میگم نیاز دارم. یه کارش بکنین تو رو خدا، بگن خونم رو دست میدم. دیدی بهت گفتم شرایط خودت مهمتر از شرکته؟ یه فکری تو سرم جور شد بهتون خبر میدم. خانم خدمت شما، ماشین جلوی در پارک. بابا برو، مگه نمیخوای کارت حل شه؟ برو. ببخشید ولی شما باید منو در جریان مشکلات شرکت میذاشتی. مثلا چه کاری از دستت برمیمد ها؟ اونم وقتی که داشتی بهترین لحظات زندگیتو میگذروندی. من هر کاری دارم میکنم که اعلام ورشکستگی نکنم، وگرنه که میان همه حسابا رو میبندن. اون سهامدارم که باید حالا بودن دنبال پولشون. تو دعا کن همه چی جور شه، شاید بتونم یه کاری برای تو هم بکنم. سلام علیکم. بفرمایید نهار در خدمت باشیم. منزه. خوشحال میشی. خونه داری که اونو دعوت می‌کنی؟ اما پرویز از شما بعیده. با شما میدونه اون کی بود؟ تو خجالت نمی‌کشی بچه با من اینجوری صحبت می‌کنی؟ من داشتم تو رو گنده می‌کردم. ولی من اینا رو آدم حساب نمی‌کنم که. ببخش من غلط کردم. من با شما نبودم، با قادر بودم. با من همین گفتم که این با خودت ببر. همش نق می‌زنی. دورت بگردم. میگم این خواسته منم مطرح کردی؟ آقا خود من به شما گفتم 2 دقیقه لفتش بده. تو فرمول 2 هم انقدر ماشین سریع آماده نمیکنه. منم لفت دادم دیگه. الان چیکار کنم آخه؟ معاونه. نمیدونم من الان خودم گیج شدم. برو تو فردا میبینی کار میکنم. من امیدم به شما سا. باش آقا. ممنون دارت میشم. بیا بریم دیگه. بشین. با منی؟ نه با منی. برو سوار ماشین بشو. بفرمایید با شما نبودم. شما بفرمایید. برو بشین. و چرا حالتون اینجوری با من حرف میزنی؟
هیکل تکه. قادر ببین این گوشی، این شارژرش، اینم سیم کارت. سیم رو بندازش، فقط بذاری زن شارژ. این از زیر آوار در آوردی؟ بابا همونجا بود خاک خورد، یه ذره تمیزش کن، با همین بسازی یه قور نزن. منظورم اینه که زیرخاکی عتیقه است، مدل بالاترین نداری؟ نیست گوشی خود آخرین ورژن بازار بوده، میتونی با یه آپارتمان تاق بزنی. نمیخوش بده من بابا خونه تاق شد بده من. نه 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 دستشو بده. حمید ولش کن بابا، من یخ کردم، بیا دیگه. ببخشید من گفتم اینجا بیشتر بمون، یکم بیشتر خیس بخور تا من بیام. نیست که سهل، جوونه دارم میزنم، داری شبیه غریبی هستی. ببخشید قربونت برم. یه بار دیگه سگ باش. ببین قادر، فقط با این خطم به خونه خاله آشفته اینا زنگ نزنی ها، چون خطمو سیو داره. نه بابا خیالت راحت میشه. همین که اینجوری میگی خیالت راحت بشه، من بدتر نگران میشم. فهمیدی من چی گفتم الان؟ آقا خیالت راحت باشه. عمو بذار سنگ پا بزنم برات. نه قلقلک کردی. نه وایسا اون اینا همیشه میکشن قلقلک. خب بیا بیا. خوبه؟ خب قربونت. چرا با این خط به خاله آشفته زنگ نزنم؟ همینجوری. چرا بهم نگفتی؟ چیو؟ اینکه افسانه ازم طلاق گرفته. تو خبر داری؟ بله رو افسانه رو دیدم، خودش بهم گفت. تو بالاخره کار خودتو کردی، رفت در خونهشون؟ بله رفتم، ولی هیچکی منو ندید. شانس آوردی، چون اگه آقا بهشاد میدید تیک بزرگت گوشت بود. خیلی از دستت شاکی. من از اون شاکی ترم، دست زنمو به زور گرفته برده دادگاه طلاق گرفته. از تو و مامانم شاکیم که بهم نگفتین. البته نمیخوام مؤاخذتون کنم. چی؟ مؤاخذه. آقای مؤاخذه، خاله متونت گفت این همونجوری تو زندان 10 کیلو کم کرده، اگه بهش بگیم کلا محو میشه. فهمیدی؟ یعنی حتی اجرای بد نشد، چون خاله گفته بود من گاماسکام. چند سادم حرف بکشی که گاماسکاماس باید بگم که بینتون به هم خورده. بین من و افسانه رو همزن برقی هم نمیتونه به هم بزنه. یا دیگه اون پای من وایساده، منم تا آخر عمرم پاش وای میسم. من ترسنگم وای میسه. من تو اون چهار تا جک و جونور رو میترسونه، ولی تو چی؟ بخاری ازت در نمیاد. وایسادن مهم نیست بونجور، رفتن مهمه. به خاطر همینم هم که شده دوباره میخوام برم خواستگاری. حرف هیچ کس این وسط قبول ندارم. قادر پله امرو برده بیار. ببین به نظر من دور افسانه خانم خط بکش، حداقل الان به خاله هم بگی همینو بهت میگه. بابا آقا بهشاد راضی نیست دخترشو بهت بده، میفهمی؟ ای پیجو چکم باره بیرون تبیلت بگه بونجور. ببخشید حمید گفتم بیا پیجا. من گفتم برای چی بیای اینجا؟ من گفتی بیام اینجا دیگه. که چیکار کنی؟ حوله بیارم. کو حولت؟ کو؟ بعدم محل تحویل حوله رو مشخص کردم، این توه، بردار بیار. حواسو جمع کن. بگیر بگیر بگیر. من اگه نظرشون عوض کردم چی؟ بگه پوشکی که عوض کنی، اونو تصمیم خودشونو گرفتن. نگه داری دیگه دو دقیقه. ببین لگن، اگه تونستی نظر این بهشاد گردنزگی رو عوض کنی، من بهت قول میدم دوری دستید بریزم رو خودم. چه کاری همون؟ کیف پول برای اون مهمه، وگرنه اصلا تو صورتت چه میکنه؟ بگیر رو من. کیف پول دارم، چرم اصل. ببین شیرینی کشمشی داخلش کشمش داره، کیف پول باید داخلش پول باشه. مگه شیرینی ناپلونی توش ناپلون داره؟ اینا به من 5 ماه وقت داده بودن که سر 3 ماه اون جریان تصادف پیش اومد. یعنی من 2 ماه وقت دارم که کار پیدا کنم، وقت اضافه هم نمیخوام. شنبدیدم شاید آواکادو بده، ولی توی بیار بیکار هیچی ازت برمیاد. دست در نکنه امید جان، خیلی تمیز شدم. خب نگفتی قادر چه کاری؟ سبوک شدم ها. گردونت برم. دلو میزنم به دریا دیگه. تو دلتان بذاری به دریا، درد سر بره ما. شنا که ولد نیستی. اون هیکل ناقص دکم که تو حلقای نجات خرید جا نمیشه. اون وقت باید 10 تا نجات خرید میفتن تو دریا، تو توی بنجول از دریا بکشن بیرون. من میتونم بالاخره بهتون نشون میدم. آقا نمیخواد دومانشون بدی، فقط بگو چه کاری. الان مخم خسته است، احتیاج به استراحت داری.
ولی من کلا یه جوری هم تا بله رو نگیرم دست و دلم به کار نمیره. عمو جون عزیزم من برم برات سه شوهر بیارم. برو میشه بگی جام کجاست؟ هر موقع مسابقه دادی اول شدی جام تو میدم، ولی اینجوری آفتاب علوی هم بهت نمیدن، چه برسه به جام. شما چرا این شق ماجرا رو میبینی فقط؟ چی؟ شق؟ ببین شق پق برای من نکن، بلم شم همچی میذارم تو اون گوشت که اندفعه جفتمونو بندازن زندان. اون وقت تو قرنطینه من میدونم و تو. آقا نه تو چرا خوش دید با یکی یکی به دو کنی ها؟ عادت کردی اصنگا. اونجا چه اتاق پرویز خانه، اینجا هم چه اتاق شماست، میشه بگی من کجا بخوابم؟ ببین تا وقتی با این لباسای کثیفت، با این سروعزت، با این ساکت که کلی مسافر باکتری و میکروب داره نری دوش بگیری خواب بیخواب. بیا اینجا ما داریم زندگی میکنیم، این الان میبری تو هموم با همون ساکت میشوری تا حال جا بیاد. بعد وقتی یه کاری نمیشه نمیشه دیگه، تو چه اصراری دست و پا بزنی تا اون کار انجام بدی؟ آقا قسمت نیم بیخیال شو. تو چرا خودت بیخیال نشدی؟ همیشه به هم ریختی تا به آرزوت برسی، الان هم که داری میرسی. اون وقت اون وقت من کشت میگی بیخیال شو. آره بیخیال شو، برو نریز دست درد نکنم. تو کجا میدونی؟ شاید شرایط یه جوری شه که منم مجبور شم بیخیال شم. حمید جان جونم چایی سر داریم. آره اما بذار سرت سه چهار بکشم الان درست میکنم. حمید آقا من مثل خودتم، سیریشم، چسبم، منگنم، میخفرشم، انقدر میرم و میام تا زنم رو پس بگیرم. ولی وقتی یکی من زیر نظر داره دست و پامو گم میکنه. 11 بار امتحان رانندگی دادم، 100 تا فرم پر کردم، هی کاغذ و کاغذ بازی. بابا کاغذ. خاله خاله سلام. بی پایی. خب شما بیا بالا. میکن بی پایی. سلام. سلام. یه لقمه کنسرو ماهی برات بگیرم. نه شما چرا کنسرو ماهی میخوری؟ تو این دو هفته که من تو این دو هفته که اینجا بودم شما هاش کنسرو ماهی خوردی، اذیت نشی. شما شارژ ماهیانه تو به موقع بده، من همین الان زنگ میزنم دوتا استیک با سس قارچ بیارن اینجا فلفور با هم بشینیم بخوریم. در ضمن تلفنم قطعه، من نمیتونم زنگ میزنم. اگه با فلفل اگه کارتورا میندازی برم سر کوچه بگیرم بیام. دست شما درد نکنه. فقط میمونه چی؟ 500 میلیون پول خونه که اگه شما پول بدی به من، منم فلفور زنگ میزنم به صابخونه پول میدم به آقا. ببخشید. راحت باش. ببخشید. بذار من پاک کنم. بده منو. چون متوجه افکار من بشو مهم نیست. من مهم برام اینه که سند به اسمم بخوره. عزیز من شما متوجه افکار من نمیشی، من تمام کارهای این ساختمونی دارم انجام میدم، یعنی وکالت دارم قربونت برم. گفتم به شما پول فلفور بده به من، منم پول فلفور میدم به صابخونه، سند شیش تنگ به نام شما زده میشه. باشه من هر موقع خواستم پرداخت کنم زحمتشو به شما میدم. ای بابا قربونت برم، من دارم میگم که بس ببینم، شما گفتی اول ماه، فردام اول ماهه، پرداخت مهداخت میکنم چی؟ نه من نگفتم اول ماه، گفتم سر ماه. ببین از یکم تا دهم میشه سر ماه، از دهم تا بیستم میشه وسط ما، از بیستم تا سیوم میشه چی؟ تای ما. قرونه دهنت. خیلی خوب، من گفتم سر ما، حالا کلی وقت دارم پرداخت میکنم. عزیزم راحت. این گوشی صدا ضبط میکنه، نرم افزارم روش نریختم، رو خودشه. صدا دونم که گفتی اول ماه هست. میدونی چی؟ شما گفتی اول ماه میریزی، منم به صابخونه گفتم میریزم، پس باید بریزی که منم بتونم بریزم. وقتی نریزی من چی رو بریزم؟ خب حالا چرا اینجوری میکنی؟ چرا مشکل داری؟ عزیز من مگه اینجا مدرسه است که من جواب پس بدم؟ من دارم دستشویی. خاله اینجا چی کار میکنی؟ چرا نیومدی بالا؟ نه نمیخوام یه وقت با قادر چش تو چش شم، نفهمید که من اینجا. چرا آروم حرف میزنی؟ خب بابا این تصویریه دیگه، یه وقت صدا میشنه من میبینم، وقتی هیچ نمیخوام منو ببینه. او خانم تو حموم در بسته زیر دوشه، دوشم باز کرده یه سره داره فک میزنه. شما چه داد و بیدادم کنیم، بمبم بتره کنیم، صدامو به گوشون نمیرسه. به
تو هم که اصلا اعتمادی نیست. بهت گفتم بی برو عقب این بچه. تو چیکار کردی؟ اصلا معلوم نیست کجا ول کردی رفتی. این بچه بلند شد اومد در خونه ما. من نبودم، در خونه خالشو زد. نمیدونی وقتی افسانه به من گفت چه حالی شدم. فکر نکردی اگه به گوش آقا بهشاد میرسید چه قشقرقی به پا میکرد؟ حالا جونه من قور نزن دیگه. حالا که به خیر گذشته. حالا بچه‌م حالش خوبه؟ خیالت راحت خاله. الان از من و شما بهتره. مگه تو دکتری؟ تو ظاهرشو میبینی، من باطنشو میبینم. ماشین بدون بنزین راه میره؟ نه. و چی مهمه؟ بنزین. بنزین بذار این گوشه. راه میره بدون ماشین. نه. پس کدومش مهمه؟ ماشین و بنزین با هم دیگه دوتاشو. راننده مهمه. بدون راننده بنزین و ماشین مفت نمیارزه. من بچه‌مو میشناسم. من حیث المجموع زندگیش به افسانه بنده. حالا گاماس گاماس بهش گفتی؟ نیازی نبود گاماس گاماس بگم. دختر خاله افسانه همه چی یه جا کف دستش گذاشته بود. مگه دیدن اینا هم دیگر رو؟ کجا کی؟ من نمیدونم خاله، کروکی که نکشید برای من. فقط گفت باهاش صحبت کرده. من هرچی سعی میکنم این دوتا با هم روبرو نشن که بچه‌م پاسوس نشه نمیشه. خاله شما یه طرفه قضاوت نکن. آقا بهشاد نمیوسط سوختن. ببین آقا بهشاد شوهر خواهر منه. اگرم بسوزه عین هو این بنزیناییه که فقط آلودگی تولید میکنن. اما بچه من دلش سوخته. الانم که افسانه تایی دلش رو خالی کرده لابد پنچره بچه. حالا دختر خاله افسانه واقعیت رو گفته یا شرایط رو سنجیده نمیدونم، ولی گفته که پاش وای میسو برمیگرده. آخه افسانه سنجش منجش خالیشه، اون دلش پیش قادر گیره. اما باباش چهار تا پاشو کرده توی کفش که دختر نمیدم. خب نده. فکر کرده زمان خاله سوسکه که یه دختر از این سر بازار تا اون سر بازار که راه میرفت واسه شیش تا خواستگار پیدا میشد. اون موقع دغدغه دخترها چی بود؟ اگه من زنت بشم منو با چی میزنی؟ حالا چی؟ اصلا برفرض محال خواستگارا صف کشیدن قطار قطار. تو ببین دختره دلش پیش کیه؟ دختر خودت. ها؟ بعد براش لقمه بگیر. الان حال بچه‌م چطوره ها؟ وقتی فهمید چی کار کرد؟ گفتش که من باید دنبال کار بگردم تا بتونم زنمو پس بگیرم. ای خاله جون کو کار؟ ها؟ همه پسرای قد قادر من الان تو کار فرش و گوشی هم. حتما درآمدش خوبه که میرن تو این کار. ای بابا خاله جون چی میگی؟ من منظورم اینه که درازکش رو فرش گوشی دستشونه تو دنیای مجازی چرخ چرخ میزنن. کار کجا بود خاله؟ حالا خاله الان که داغه خب؟ بذار یواش یواش که سرد شد من خودم بهش میگم. بیا رسی بیا تا سرد نشد اینو بهت بدم. اصلا مدت ها غذای درست درمون نخورده. به شما هم که سوسک سوء هاضمه میگیره. بینو بهش بده بخوره بچه خود جون میگیره. خاله نمیدونی من لوبیا پلو دوست ندارم؟ مگه برای تو پختم که لب و لوچت آویزون میشه؟ گفتم بچه بخوره جون بگیره. خداحافظ. خداحافظ خاله. خاله میگم فردا اول برجه، بگو پول من اول وقت واریز کنن. این بچه رخت و لباس درست درمون نداره، یه تلکلکی بخرم واسش. باشه خاله حتما. خداحافظ. خداحافظ. خاله میگم حواست به این بچه باشه، یه وقت نشینی یه گوشه بره تو فکر قصه بخوره ها. باشه خاله حواسم هست. باشه خداحافظ. خاله خاله جانم. خاله میگم یه وقت هوایی نشه، مواظبش باش، بلند نشه بره در اون خونه ببیننش. وقت بچه‌م قصه بخوره از قصه دق کنه، منم از قصه اون دق کنم. خدا نکنه خاله. باشه حواسم هست. خیلی خوب خاله، قد منو به حرف نگی، برو دیگه. بلن الان برو. خداحافظ. جانم خاله. هیچی برو خاله، کاری ندارم. برو. خداحافظ. شب بخیر مادر جون.
بدی میگم، شما بگو غلطه. غلطه؟ نه نه نه، صرف تا صد حرفات درسته، اصلا غلط نداشتی. ایکل تک عمو بسه دیگه، بده دیگه بسه، خوش شده، بده خاموشش کنه. ولی وقتی یکی منو زیر نظر داره دست و پامو گم میکنن. 11 بار امتحان رانندگی دادم، 100 تا فرم پر کردم، هی کاغذ و کاغذ بازی. بابا کاغذت درخته، اگه همینجوری امتحان میدادن دیگه جنگلی نمیمون. گواهینامه جعل کردم که پاسدار محیط زیست باشم، تشکر کرده کردن هیچ، 6 ماه برام حبس بریدن، 2 سالم تعلیقی. آره؟ به جان تو. آقا من از طرف اداره جنگلبانی و مراتع این چیزا از تو عذرخواهی میکنم. خب فقط سریعتر بی بقیه حرفاتو توی خشکی بگو که غذات سرد شد. باش الان میاد. عمو این غذا رو خاله مهتره درست کرده، بیام بدم خاده. آره میدونم خودم. خب داری میخوری، شما که گشنه نبود که. الان هم گشنه نیست، دارم انتقام میگیرم. گازو تهدید هم نداره. الو سلام نگاه. سلام بی معرفت، تو نباید یه زنگ به من بزنی ببینی من مردم یا زنده. این حرفا چیه؟ زمان تو گاز بگیر، باور کن کلی کار داشتم، میخواستم خودم به زنگ بزنم، ولی عمو پیشم بود، قادرم که اینجاست میدونی یعنی چی. آره یعنی دیگه کارت در اومده دیگه، بیچاره شدی. برو پس هر وقت سرت خلوت شد رفتم بهم زنگ بزن. نه وایسا، الان که کاری ندارم که، الان قادر رفته دوش بگیره، عمو هم داره غذا میخوره. از بیرون گرفتین؟ نه خاله متانات آورد برای قادر، برای بچه‌ش دیگه، اینجاست براش غذا میاره. دو شبت سبب خیره دیگه. چی شد به کارات رسیدی امروز؟ نه به کارام که نتونستم برسم، ولی به قادر و کچلوار رسیدم. همین بی خود بهونه کچلوار رو نیارا، تو اگه می‌خواستی یه پیژامه هم بدوزی باید بیشتر از این واسش وقت می‌ذاشتی، چه برسه به کچلوار. بعدم بابا با این دختر رئیستون حرف بزن دیگه، بهش بگو عروسیمه، کار دارم، نمیتونم خیلی بیام شرکت. تو مگه تعارف داری باهاش؟ بابا این نبود که همه کارا رو تو انجام میدادی. حالا که اومده بذار سر کارا رو خودش بکنه، اینجوری قدر تو هم بیشتر میدونه. پول چی شد؟ داد بهت؟ پول؟ نه دیگه، فردا سر برج دیگه، نگرانی نداره که میگیرم ازش. نه راست میگی، ما اصلا عجله نداریم که اصلا. ببین حمید، این مدیر تالار میدونه من چی گفت؟ گفت اگه شما 2/3 پول رو قبل از عروسی پرداخت نکنین اصلا قراردادتون فسخ میشه دیگه. ببین من دلم نمیخواد عروسیم تو خیابون برگزار بشه. چرا تو خیابون؟ اینو خونه همون پرویز میگیریم، تازه اونجا حیات هم داره، وکالت تامل اختیارش هم دست خودم. نگار نه پول میخواد نه اجازه کسی، یه ریسه میبندیم تموم میشه میره. ریسه هم نمیخواد دیگه، اون موقع بابام یه کاری با همون میکنه که از خنده ریسه میریم. از تو خیابون که بهتره که عزیزم. سه چهار کجاست؟ یه دقیقه گوشی. الو تو به چه اجازه قول منو برداش پیشیدی؟ تو خودت گفتی تمام مسافرای میکروب و باکتری رو خالی کنم، منم همه رو خالی کردم تو عموم، دیگه لباس نداشتم ببوشم. خیلی خوالیت میکنم، برو سه چهار بینید. برو نگار خانومه، سلام منو ابلاغ کن بهشون. چی؟ ابلاغ. همین چی شد؟ چیزی شده؟ نه داشتم با قادر حرف میزدم. بگو گوشم به تو عزیزم. هیچی دیگه، من میگم دیگه فردا بریم این کارهای تالار و اینا رو دیگه تمومش کنیم. ببین تو نگران نباش دیگه، حله. تو فقط این لیست چیزایی که میخوایم تهیه کن بده من بابا سلام دیگه. به ابلاغ کن دیگه. لیست دارم بابام گفته که با همراهی حمید و همدردی حمید آماده میکنه، مینویسه میده من بیارم. خب چه بهتر، پس ببین من میام فردا میبینمت. باشه ابلاغ کن. سلام حمید دیر نکنی. باش سلام برسون. خداحافظ. خداحافظ. ابلاغ نکردی بابا؟ آخه بابا چی داری میگی؟ سه شعار کجاست؟ این اشکال نداره، من درستش میکنم. بیرم سه شعار. امو بابا چه خبره؟ این هم برنج بازش چلو داری میخوری؟ امو دکتر گفت بده برات. کدوم دکتر گفت؟ من که چیزی یادم نمیاد امین جان. من یادمه گو اگر میخوای بخوری موقع نهار بخور، بنزه یه کف دست بخور. مگه من بازم با کف دست غذا بخورم؟ بدش برن بس دیگه. گفتی بیا غذا بخور، همینه، این که چیزیش نمونده. بخور بابا، فردا یه گرم کم کنی بعد جواب خاله متانتو بدیم. بخور بابا. مگه من کورم؟ چیو بخورم؟ این چیزی نمونده ازش. احتمالا قوز قرنیه داری، خطای دیده. بونجور یه باش تا بکش بخور. خوب موقعیم اومدی. چرا؟ آخه از قدیم گفتم شامو باید با دشمنت بخوری. بیا بخور نشو جا. زیاده. بیا ببر
امو چی کار میکنه امو؟ امید جاد این غذا سرده اصلا نمیشه خوردش. میشه این چیزتو بیاری از این داغش کنیم به چسب بدم؟ چیو؟ سشوارو اگه امکانش هستش یه داغش کرد. تلویزیون واسه کی روشنه؟ واسه من روشنه. ای بابا چته چرا اینقدر میترسو؟ تو که ترسو نبودی؟ میخوای برای چای بیارم؟ تازه دم آقا. نه بابا چه من چای بخورم که دیگه شب خوابم نمیبره که. ای بابا سر شب کجا میخوای بری بخوابی؟ مگه شام نمیخوری تو؟ من دم عروسی رژیمم و همه آب که میخورم هم معده رو پر میکنم لاغرم میکنم. ولمون کن بابا جون، اگه قرار بود آدم با آب لاغر بشه نهنگ که از صبح تا شب آب میخور الان باید قد بکشی یه قیتون بشه. شب شما بخیر. شب بخیر مادر. شب بخیر عزیزم. بخوری دختره رو بسو بره بخوابه دیگه. نکنه تو هم رژیم آواکی گرفتی ها؟ شام چی شد؟ یه چیزی از ظهر مونده توی یخچال برده بخور دیگه. بابا نهارم که ما شام دیشب رو خوردیم معلوم هست تو دیگه چی کار میکنی؟ خیلی خب یه ذره دندون بزه سر جگرت الان یه چیزی برای درست میکنم. وای باز میخوای موقع فوتبال تقاطق را بندازی؟ نه به صورت پانتومیم الان برای دیشب درست میکنم. این همه تو فوتبال نگاه کردی چی بهت دادن؟ این همه تو برنامه آشپزی دیدی چی بهت دادن؟ نیست فرد تو فرد حقوق مزایه به حساب ریختن؟ گیری کردی ما خدا خدا دستیم زن شروع هم نشده که بابا شروع کن میگه دارم به دلاله میاد بازم میگه که من نیوردم که دفترچه منه چی؟ دفترچه خودمه. میخوام خیزش کنم بگم انداختم تو ماشین که بردیم آزمایشگاه دکتر قبول نکنه توش بنویسه. بابا عجب آدمی هستی تو، این دفترچه رو یه روزه میدن. پس میگه چی کار کنم چی بگم بهش؟ تو که اصلا عین خیالت نیست. خب اگه بدیم آزمایش بفهمه ما چجوری تو چشاش نگاه کنیم؟ هنوز آزمایش نرفتیم. آزمایش هم که اونجا تو دیگه زود پز نمیذارن. خدا کریم حالا تا جواب آزمایش بیاد من یه فکری میکنم. تو خودتو ناراحت نکن. بفرما ببینم اون فکری که میخوایم بکنی الان بگو ببینم چیه. فکر خواهم ببینی ببین میرم این واقعیتو به نگار میگم بهش میگم واقعیتو میگم به حمید اون بره بهش بگم. من حمید بهش چی میگی؟ عزیزم حمید تو بچگی پدر مادرش رو از دست داده. خب عموش بزرگش کرده بعدش ما دوتا مردیم حرف هم دیگه رو بهتر میگیم. خب ببینم من حرف هم دیگه رو بهتر میگیم چی میخوای بگی؟ بهش میگم پدر اونیه که با خون جگر بچه رو بزرگ کرده. من اون کاری کردم پدرش منم. میخوای خودتو قهرمان جلوه بدی من خار کنی؟ مادر اونه که به بچه شیر داد مگه به اون شیر ندادم؟ خودتو بایزه دادو بیار پایین میشنفه الان چرا داری شروع میکنی؟ بابا خون سردی خودتو حفظ کن. از اول من اشتباه کردم بابا. من باید زودتر از اینا بهش میگفتم که نگفتم جشن بورد برم ردیفش میکنم. میترسم میترسم بفهم اونم دم عروسی. نترس بابا جون تو رو خدا یواشتم تو آروم باش آرامش تو خود تو حفظ کن. من فردا اول وقت میرم شرکت واقعیت رو به حمید بگم. تموم شد.